اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. در سرزمین مرگ و رزالت، مردی که در فساد آوازه ای فراتر از دوستهای گردنه دارد و در جنون و جهل و جنایت هم شم را و حرمله را روی سپید بخشیده است، هم محسن است و هم اژه‌ای با رشته های ابریشم می بافد مرگ نویس را، وقتی که پهلوان در هیئت و شکوه ابو مسلم بغداد این ولایت خونخوار را نشانه و قلب نایب آقا از ترس او به تپتپه افتاد. در سرزمین من نام شکوهمندش در سینه های عاشق رویی شاخه شد و گلی داد. از وحشت حضورش در دلها نایب مناب مهدی غائب فرمان مرگ او را صادر کرد. من نیز با نوید خودم با مادر یگانه تو همراه با وحید و حبیب فریاد می‌زنم. پیروز و سرفراز پاینده باد نوید، نابود باد علی بابا، چل دزد بی مروت جانی در سرزمین خسته ایرانی. علیرضا نوری‌زاده چهارشنبه 12 شهریور ماه دوم سپتامبر به شما سلام. امروز مهمانی داریم که دیروز مژده حضورش رو بهتون دادم و میدونم چقدر به این مرد فرزانه علاقه‌مند، استاد فلسفه‌ای که خیلی تلاش میکنه جوانها رو دستشون بگیره، تاتی تاتی پا به پا ببرد. برای من میگفت که یه جوان 21 ساله حرفایی رو مطرح میکنه که او از استادا هم انتظار نداره. چقدر خوب، چقدر دلنشین. یا اون دوست نازنین جوان من که تلفن میزنه از بام تهران میگه گوش بدید، دارم برنامه‌تون رو با دکتر یزدی برای سومین بار میبینم. یا اون استادی که به من میگه این برنامه ها رو به عنوان درس در کلاسم میگذارم و شاگردانم بهره میبرن. چه بگویم، سپاس از عشق که یک همچه انسانی رو محبت کرده در کنار ماست و با ما. درود میفرستم به دکتر صدیق یزدی. بله، به شما سلام میکنم و به بینندگان عزیز و کسانی که برنامه ها رو تعقیب میکنم. امیدوارم که به هر حال مثل همیشه گفتگویی داشته باشیم که صرفا یک گفتگو نباشه، یه بدونسه حداقل شعاهای ولو بسیار با فروخهای ناچیزی باشه، ذهن شنوندگان رو، ذهن مردم ایران رو که هر حال از تیرگی ها متاسفانه انباشته است روشن بکنه. سخنانی که ما با هم بخواییم، اینم ببخشید بگم، سخنی که من با در گفتگو با شما و در کنار شما دارم
بیان میکنم نباید تصور بشه که سخن من روشنایی ایجاد میکنه، نه، اون منطق یعنی اون نحو ادراکی که در سخن من مال دیگران هم هست، اون نحو ادراک یعنی حاصل یک تلاش عظیم فرهنگی در طی دست کم 30 قرن که من هم یک گوشه ای از اون رو بهره بردم منتقل می کنم در بیانم، اون بتونه ذهنها رو روشنی بدخشه. منظورم به این بود. بله. بله. دکتر یاسی، یه وقتی من می رفتم کلاس زبان پهلوی خدمت دکتر بهار عزیزم، در یکی از جلسات که صحبت میکردیم راجب حضوارش و راجب پایداری زبان فارسی اینا اشاره کرد، خب ما در ایران 1000 فرزانه داشتیم که این 1000 فرزانه این گارد جاویدان داریوش، یکیشون که میرفته دیگری جاشونو میگرفته و اینا طی این قرون و اعصار زبان، فرهنگ، ادبیات و تاریخ ما رو نگه داشته. یه روزی رفتم پیشش گفتم دکتر بهار الان هم 1000 فرزانه هست؟ نگاهی به من کرد گفت آره. بله بله، همین الان برو پیش دکتر مقدم اون یکیشون. و اصلا واقعا پشتم عرق کرد، یعنی دیدم این امروز دکتر صدیقی یزدی هم یه جا همینجا نشسته. یعنی به اعتقاد من این نقشی که شما دارید، انسانهایی مثل شما توی این زمانه قحط الرجال نقشه بسیار بزرگ. سوال اول من اینه، من کتابی رو خوندم که دوست عزیز من باقر مرتضوی در واقع راجب داییش نوشته، علی آذری و نمایش مرده ها در تبریز، زنده یاد هما ناطق عزیز که استاد منم بود، راجب جلیل محمد قلی زاده و نشریه فکاهی و آذری زبان مولا نصرالدین یه مقدمه ای نوشته. و بعد وقتی این کتاب میخوره آدم در حیرت میشه چجوری قبل از مشروطه مولا نصرالدین میاد و نمایشی رو صحنه تو تبریز میره که پسر یا آخوند یکی از نقشای مهمش رو داشته و نفی آخوند و آیت الله و حجت الاسلام و این دکوندارای دین رو. حالا سوال من اینه، وقتی در تبریز 1907 اون زمانه آدم میرسه 1902 تا 7، شما یه فضایی میبینه که در این فضا یه همچه آدم هایی ظهور میکنن و شما در صحبتتون هم یکی دو مورد اشاره کردی که البته آدم طبیعیست انتقادایی هم ازشون داره، ولی حرف من اینجاست، وقتی شما به خوبی شرح دادی که اشکالات مشروطه چه بود، در کجا بود، حالا من میخوام بگم چطور آقای دکتر با یه زمینه اینجوری بعد ما میایم میرسیم به این که توی متمم قانون اساسی 5 تا آخوند و حق بهشون بدیم بیان قانون رو نظارت کنه. منظورم اینه چرا از این سکوب مترقی ما پرتاب به جلو نمیشیم میریم عقب؟ این یه سوال همیشه برای من بوده و الان بیشتر. بله سوال مهمیه، سوال مهمیه و پرداختم بهش. ما امروز حداقل در همین گفتگویی که داریم در یکی دو نکته من سعی میکنم حداقل یه طرحی از پاسخ رو بتونم برای شنوندگان یا بینندگان و شما که اینو پرسش رو طرح میکنید چیز کنم، ارائه بدم. ولی خب باید این دقیقا باز بشه و کار بشه روش و به هر حال با امعان نظر بهش پرداخته بشه و تداوم هم پیدا کنه. این سوال درست. ببینید به نظر من جلیل محمد قلی زاده یک تن از چند تن محدود این صدر مشروط است، یعنی اون چند دهه پیش از پیدایش
جنبش مشروط است. ایشون خب در قفقاز بوده. درست؟ قفقاز کانون تحول فکری بخش غربی ایرانه. شمال غربی ایران. شمال غربی. که آذربایجان بخشی از همین قفقاز محسوب میشه. با آذربایجان ایران به هر حال زیر تأثیر فرهنگ قفقازی در میاد در اون سالها. آخونزاده یکیشه، محمد جلیل قلیزاده دیگریه و چند تن دیگر، طالبوف و دیگران. آقای نوریزاده، این اندیشمندان این سالها من جمله همین محمد جلیل قلیزاده زیر تأثیر جریان روشنگری قرن 18 اروپا هستند که در روسیه اون روز پراکنده است، یعنی در نیمه دوم حداقل قرن 19 و اهل اندیشه قفقازی نیز متأثر از اینم. اصلا ما کمتر به این توجه کردیم که فتح‌علی آخوندزاده چگونه با ذهنیت مطلق راسیونل و نیز بر بنیان نقادی راسیونالیته، یعنی عقلانیت، ذهنیتش رو تنظیم میکنه. آثاری رو که به وجود میاره، نقدهایی که بر دین اسلام مینویسه، دقیقا متأثر از ولتره. ولی این نکته اول که چگونه محمد جلیل قلیزاده در روزنامه ملا نصرالدین اون نقدها رو در بیان طنزآلود خودش نشان میده، توضیح میده و مینویسه و اثرات اون شعاهای اون به طور نسبی به اهل اندیشه یا همون روشنفکران آغازین و صدر مشروطه نیز در ایران هم میرسه. درست؟ همین جریانه که میرزا یوسف خان مستشار و دوله رو زیر تأثیر میگیره که یک کلمه رو مینویسه، یعنی مفهوم قانون رو. قانونی که میرزا یوسف خان مستشار الدوله و موادی اولیه قانون اساسی، قانون اساسی که چه عرض کنم، همون دکلاراسیون دو لوم سیتوایانیته، اعلامیه حقوق بشر و شهروندی انقلاب فرانسه رو در 17 ماده میاره. این یعنی ولتر، این یعنی روسو. روسو یعنی روشنگری، یعنی همون چیزی که آقای نوریزاده من با صدای بلند در همین برنامه های ایران مدرنیته مکرر بر اون انگوش میذارم. امروز هم قصدم این بوده و هست هنوز. امروز نشه در یه برنامه دیگر، اگر نرسیم برسیم چه بهتر که این کار رو خواهم کرد. میخوام همینه بگم که ما باز کجراهه دیگری رو داریم میریم که به موقع اینو مطرح خواهم کرد، بسیار هم مهمه. خب اون روشنگریه. تمام تلاش من اینی که به ایرانیا اینه بگم، در درجه اول به روشنفکران ایرانی، اونایی که میگم من جامعه شناسی درس میدم، اقتصاد درس میدم، تاریخ درس میدم، ادبیات درس میدم، حالا فلسفه به جای خودش، که آقا راه نجات ما، راه نجات ما
ارزش‌های روشنگریه. من دو یا سه تن رو برای پرداختن به روشنگری تشخص مشخصا میگم. یکی در نگاه آلمانی کانت که بله. در حقیقت پیغمبر روشنگریه. راسیونالیته بله. کانتیه، عقلانیت کانتیه، نظام فکری کانته. و دیگری ژان ژاک روسو فرانسوی در ساختار سیاسیه. این اجمالا پاسخی که میتونم به شما بدم چرا محمد جلیل قلی‌زاده اون. اما چرا دکتر ببخشید یه پرانتز فقط، ولتر رو که اشاره فرمودید او کجا میسته؟ دقیقاً اونم کناری. ولتر درست کنار ژان ژاک روسو، درست کنار روسو. کوبنده ترین، نیرومندترین نقدهای عقلانی رو بر مذهب و تعارض مذهب رو با عقلانیت ولتر انجام میده. خب حالا اینو باید داشته باشیم. اما چرا این پیش نمیره؟ به تدریج خاموش میشه، زیرا بنبست تاریخی ما بسیار بسیار عمیقه که ما هنوز در درونش هستیم. اشاره خواهم کرد به این بنبست تاریخی. ما توانایی نداشتیم دوست من در این یک سده‌ای که از انقلاب مشروطه تا به حال گذروندیم این بنبست رو اول درست تشخیص بدیم. ما این بنبست رو ساده گرفتیم، هنوزم ساده میگیریم. این مسئله به این دلیل محمد جلیل قلی‌زاده خاموش میشه. بله حتی در ترکیه. بله نمیتونه. شما نگاه کنید این کشور مسلمانه دیگه. بله متاسفانه. بله علی این پاسخ منه اجمالا. خب آقای دکتر خیلی پاسخ شما بسیار پاسخ دقیق و جالب است. اما من یه سوالی دیگه هم اینجا باز برام مطرح میشه. نقش حالا روزنامه ها در کنار خودش، ولی ناگهان ما ببینیم یه چیزی با نام تئاتر توی زمینه روشنفکری گل میکنه، کارهایی که همینجا تو تبریز روی صحنه میاد یا حتی تهران. ولی بعد شما اگه دقت بکنید آقای دکتر، ما یه دفعه چنان تابع غرب میشیم که دیگه فقط باید اوژن یونسکو باشه، کرگدن باشه یا در انتظار گدوق. یعنی ما غفلت میکنیم از اون فرهنگ بومی ما که میتونه سوار بر این گذار بسیار پیشرفته فرهنگ غرب بشه، ولی نه اینکه فقط ما بیایم تقلید بکنیم. آره به نظر شما اینم یه اشتباه نبود که ما دنبال رو شدیم؟ یه عده روشنفکرامون که چسبیدن به مارکسیسم و فقط نمایشنامه‌ای که توی شوروی نوشته شده، یه عده‌ام که رفتن دنبال انقلابی‌گری و اینا. یعنی واقعا مثل شما اینجا آدمی مثل محمد قلی‌زاده اینا رو که می‌بینی، اینا در عین اینکه تأثیر پذیرفتن از روسو از ولتر، اما فرهنگ بومی خودشون هم فراموش نکردن. پوست آخوندو می‌کنه اون تو. این خیلی جالبه برای من. وقت روشنفکرهای بعدی ما این کار نمی کنن، دوباره تعزیه می رن دوباره. یعنی یه چیزهایی اصلا برای ما معماس اینا که پاسخی هم براش ندار. بله نه خیلی سوالتون باز مهمه. ببینید ما اولا نقدمون سطحی بود. بله این پاسخ خیلی کوتاه و روشن. نقد ما سطحی بود. نیز مهمتر از این و قبل از این، شناخت ما از مغرب زمین بسیار سطحی بود، بسیار سطحی بود. کنار این
شناخته، ناقص و بسیار محدود. خیال می کردیم اون چرا که از غرب شناختیم، خب غرب همینه و برای ما کفایت میکنه. ما مثلا نمایشنامه رو بیاریم اینجا، خب ما ادبیات نوین مغرب زمین، مدرن مغرب زمین رو که غیر باورهای دینی هم هست به ایران منتقل کردیم. اما مسئله فقط این نبود. ادبیات تئاتری که در اروپا شکل گرفت، دست کم پشتوانه های 300 سال تاریخ تحول در پشت سر خودش داشت، روی اونا ایستاده بود. ما اینا رو بهش دقت نکردیم. این مسئله اول. مسئله دوم، خودمونو دقیقا نمیشناختیم و نشناختیم و دنبالش نرفتیم. ما تمام تحول فرهنگی خودمونو فکر کردیم مانعش روحانیت ایرانیه یا اسلامیه که حافظ ارزش‌های دینیه، در حالی که روحانیت یا مدیران دینی در هر جایگاهی بودن، از آیت الله و حجت الاسلام و نمیدونم روزخان گرفته تا مراجع تقلید، مراجع تقلید در جوّر، فرقی نمی‌کرد. اینها نمایندگان هر دوره‌ای، در هر دوره‌ای نمایندگان اون ارزش‌ها بودن، حافظان اون ارزش‌ها بودن، بدون اینکه ما اونا رو دقیقا بشناسیم و بدونیم با ما چه کردن این ارزش ها. ها اینا بود. ما اینا رو جدی نگرفتیم اصلا. تصور کردیم که بله باید با ملا چیز کرد، سر ستیز داشت، یا مثلا ملا را از امور جاری زندگی دور کرد، همه چیز حله. نه اصلا اینجوری، اصلا اینجور، یعنی یه افراط و تفریط در نگاه. بله یکی اون طلبه بعدش این یه مطلب. اما اینی که شما اشاره کردید مربوط به فرهنگ خودمون، آیا با تصمیم ابدا که اینو میگه، منم اینو نمیگم. من وقتی که صحبت از تناقض سنت فکری خودمون با ارزش‌های نوین میکنم که ما نیازمندش هستیم، مثل اکسیژن به این ارزش‌های نوین، حداقل اون بنیان‌های این ارزش‌ها نیازمندیم. نظرم این نیستش که ما کامل سنت‌های فکری خودمون رو ازش عبور کنیم، حتی دینمون رو ازش عبور کنیم. ابداً چنین چیزی نیست. این به نظر من خیلی مهمه که شما توضیح میدین، برای اینکه طرف مقابل ما دائم داره این تبلیغ رو میکنه که تمام حرفای ما ضد دینه، تمام تلاشمون اینه که دین رو از بین ببره. نه اصلا اینجوری نیست. یعنی این روشنفکران، شما باز از روشنفکران صدر مشروطیت چیز کردی، صحبت رو شروع کردی، من برمیگردم از همونجا میام جلو و میبینیم ما که این روشنفکران صدر مشروطه یه دونه اشتباه بسیار بزرگ میکنن. اشتباه بزرگشون اینه که فرهنگ سنتی و بنیانهای اون رو بسیار ساده باهاش برخورد میکنن. خیال میکنم به راحتی با آوردن 4 تا نمایشنامه اینا تمام میشه. آقا مسئله شهادت امام حسین واقعی کربلا در بینش شیعی، حالا من در شاخه شیعیشو میگم، نباید تصور کرد که در میان اهل سنت مشکلاتی نیست. از شیعه هم حتی
مشکلات ریشه دارتری وجود داره اونجا. بله. اما حالا من سبک سنگین نمی کنم کدوم بیشتر کدوم کمتر، به هر حال وجود داره. اما این واقعه شهادت یک تاریخ پشتش وجود داره، نه خود مسئله شهادت که روز دهم مثلا محرم در یه دشتی به نام کربلا اتفاق افتاده. خیر، این اسطوره است، اسطوره است. دقیقاً اسطوره است. این عناصر بیشماری در درون این اسطوره است. ما این اسطوره رو جاشو باید تعیین کنیم، قرار بدیم، نه اینکه در سودای این باید باشیم که اینو به کلی از متن تاریخ خودمون بیرون ببریم. این اصلا مهمه. خیلی خوشحالم که شما این بخش رو در این قالب مطرح کردید. خیلی مهم، خیلی مهم. بله، ما باید جاش آقا بدونیم، میدونید، ما اینو جاشو باید بدونیم. همین کشور فرانسه رو در نظر بگیرید، در راب تحقق سکولاریسم که در دو حیطه این انجام میگیره، یکی سکولاریسم ناب که در کشورهای پروتستان به اجرا در میاد، برجسته ترین نمونش آلمان و انگلستانه. کشوری که شما دارید زندگی میکنید، شکل تحقق سکولاریسم به همون مدل سکولاریسمه با مشخصاش. خب، اما همین سکولاریسم در فرانسه به صورت لاییسیته تحقق پیدا میکنه با یه تغییراتی. تمام این تغییرات میدونید چیه؟ ببخشید، با یه تفاوتایی، خیلی عذرخواهم، تغییرات نه، با یه تفاوتایی. این تفاوت‌ها صرفاً در برخورد نظام راسیونل سیاسی و نهادهای مدنی با مسئله دینه. بله. شکل برخورد نهادهای مدنی، دولت و دیگر نهادها، آموزش و نظام حقوقی، درست؟ بله. با مسئله دین در کشور فرانسه با آلمان و انگلستان فرق داره. چرا؟ چون فرانسه کشور کاتولیکه. بله. انگلستان و فرانسه که آلمان، که آلمان کانونه، کشور پروتستانه. ما تفاوت این دو اگلیز رو وقتی که دانستیم متوجه میشیم این دو جریان، یعنی تحقق سکولاریسم در آلمان و انگلستان و لاییسیته در فرانسه، چرا لاییسیته با شدت بیشتری با مذهب برخورد میکنه؟ چرا؟ ها، یه دونه سواله. بله. یه سواله. خب با اینا رسمش نپرداختیم. میدونید؟ گرچه من شخصا خودم در نوشته هایی که روی لاییسیته و سکولاریسم دارم، اینا رو در حد حداقل طرح اولیه مسئله باز کردم به نوبه خودم. نوشته هم هست. بله. حالا این فعلا مورد بحث ما نیست. من مثال آورم. دکتر، بله، اجازه بدید. یعنی مسئله مذهب، نه ببخشید، اینو بگم تموم میکنم. مسئله مذهب میخوام بگم قانونی ترین مسئله است، ولی باید بدونیم چجوری باهاش برخورد کنیم. بسیار کاملا درسته. اجازه بدید ما یه درنگ کوتاهی بکنیم، برگردیم و این بحث بسیار جالب و جذاب رو ادامه بدیم. با ما باشیم. با درود دوباره به سالار عقیلی و خانواده همه. چقدر خوب، چقدر خوب. خب جناب دکتر، برگردیم به بحث بسیار جذابی که من خیلی برام این بحث جالب بود، چون تأمل شما روی
بعضی از پدیده ها، بعضی از المان هایی که به هر حال تاریخ و فرهنگ ما رو میسازه برای خود من آموزنده است، یاد میگیرم. به هر حال نکته که دلم میخواد اینجا باز بهش بپردازیم اینه که شما در برنامه‌های قبلیمون متعدد که ما داشتیم اشاره کردی که این درک ما و فهم ما از غرب دوچار یه مقدار اشکاله. خیلی علاقه مندم اینو برای نسل جوونم بگی، مهمترین اشکالات ما در درک فرهنگ غرب و اصولا غرب، معنای غرب چی؟ بله، من در فکر میکنم دقایق آخر برنامه گفتگوی پیش بود که به معرفی بنیانهای مغرب زمین پرداختم. درسته، درسته. ببینید، توجه ما به غرب در تمام این دهه های بعد از انقلاب مشروطه در این 100 سال و حتی خود انقلاب مشروطه، یعنی در جریانات انقلاب مشروطه هم تمرکز ما در به دست آوردن یه الگوهای فکری از مغرب زمین، یا حالا الگوهای فکری کلمه مناسبی نیست به نظرم، به دست آوردن یه تجربه های فکری و اندیشه ورزی از دنیای مدر عمدتاً در سیاست متمرکز شد از سوی روشنفکران. البته پرداختن ما به امر سیاسی لازم بوده، ولی روشنفکران به یه خطای بسیار ریشه‌ای مبتلا شدن که در درجه اول خودشونو دامنگیر شد و سوزوند، و اون این بود که پیش از این که ما مسئله سیاسی رو بخواییم سامان ببخشیم، درستش کنیم، باید گام‌های اولیه رو در تحول فرهنگی برمی‌داشتیم. برای این کار، این چیزی که من در برنامه پیش و شما الان اشاره کردید که من گفتم و ادامه اون رو از من دارید سوال می‌کنید، این کار ما باید انجام میدادیم که انجام ندادیم، هنوزم انجام نمیدیم. یعنی هنوز دنبال این نیستیم که این مغرب زمین و این تاریخ و تمدنی که دست کم 2500-600 سال تداوم داشته و از یه جایی شروع شده و به این جایی که امروز هستیم رسیده و جهان رو به دو بخش کرده، یکی بخش جهان مغرب زمینی که صاحبان این تحولاتن، یکی بقیه عالم که دنبال این جهان دارن راه میرن. ما اینو نخواستیم و نتونستیم، حوصله نکردیم، چون این احتیاج به زانو زدن، دوده چراغ خوردن داشت. آقای نوریزاده، ما دوده چراغ نخوردیم، با 4 تا کلمه از اینجا 4 تا کلمه از اونجا فکر کردیم مغرب زمین رو شناختیم. اولین امری که به عنوان معجزه فرهنگ و تمدن یونانی محسوب میشه که من عنوانش رو گذاشتم معجزه یونانی و در هم اکنون در برنامه های هم اکنون ایران مدرنیته روی اون هستم و اینا رو دارم باز میکنم میرم جلو، اون معجزه یونانی پیدایش سیته است. یعنی ما دموکراسی رو میخواییم بدونیم چیه؟ اینه باید بدونیم، میخواییم اینه در سیاست ما، مگه غیر از اینه؟ همه الان، چه اپوزان ها، چه در داخل کشور، همه بیرون از کشور، داخل کشور، حالا کلمه اپوزان هم اصلا درست نیست،
پوزیسیون و اپوزیسیون، یعنی اونایی که در قدرت هم و اونایی هم که در قدرت نیستن، همه بالاخره دنبال آزادی و چه میدونم استقلال و اینا هم دیگه، من غیر از اینه و دموکراسی هم درسته، دموکراسی. ولی ما اینو بدونیم این از کجا اومده، چه جوری اومده، چه جوری به وجود اومده، اینو باید تو 2600 سال پیش تو آتن جستجو کنیم. اون معجزه یونانی اسمش پیدایش سیته یا پلیسه. اون پلیس چیه؟ سیته چیه؟ سیته یعنی مجمعی از انسانهای آزاد، آزاد، آزاد از هر اتوریته‌ای، نه اینکه بنده کسی نیستن، آزادن، خیر، مالک خودشونن. آزاد یعنی هیچ نیرو و قدرتی جز خردشون اونها رو راهنمایی نمی‌کنه. این بنیان دموکراسیه. ما اینو داشتیم آقای نوری‌زاده؟ نه، درست. 70 سال از انقلاب مشروطه میگذره، میاییم انقلاب میکنیم. دوست من، من شماتت نمیخوام بکنم کسی را، اینجا صحبتی نیست که من بخوام بگم در 57 همه ما رفتیم حول و ولا داشتیم اشتباه کردیم. 100% اشتباه. چرا اشتباه کردیم؟ چون اصلا نمیدونستیم. ما همه دنبال دموکراسی بودیم، بدونیم که بدونیم این دموکراسی چگونه تحقق پیدا میکنه. من یه نوشته کوتاهی دارم که آخرین نوشته کوتاه منه تو این ماهای اخیر در اومد، سال گذشته. بله. این عنوانه: فردای ایران را چگونه بسازیم. خیلی کوتاه این نوشته هستش، الان موجوده، درست در سایت هم پیداش میشه کرد. خب من تو اینجا همینه دارم میگم که این بنیان دموکراسی اصلا چجوری تحقق پیدا میکنه. اصلا سیته کجاست؟ سیته دوست من جاییست که شهروند تون وجود داره. اصلا سیتوائن یعنی چی؟ شما در زبان انگلیسی میدونید این کلمه هست دیگه، نه؟ بله. سیتوائن یعنی چی؟ اصلا سیتوائن یعنی چی؟ این کلمه یونانیه، این کلمه، درست؟ بله. این سیتوائن یعنی چی؟ سیتوائن یعنی انسان آزادی که شهریه. دقت کنید، حق سیاسی داره، آزادانه میاندیشه و بر اراده آزاد خود امور سیاسی خود رو مقدر میکنه. آیا چنین چیزی در تاریخ ما وجود داشته؟ نه. کاملا حرف شما درست. بله، وقتی میگید سال 57 همه دنبال ظاهرن دنبال. بله، مغرب زمین اینه. متاسفانه شما آقای دکتر ببینید اون مجموعه‌ای هم که اومدن به حکومت رسیدن 41 سال بعد، 42 سال بعد هنوز اسم غرب میاد، ببینید چه جوری با غرب صحبت میکنه. بله، اون اتفاقا میدونه چرا، اشتباه نکنیم، اون دقیقا این چیزی رو که من میگم اون میدونه، حالا دقیق همشو ندونه ولی در پس ذهنش متوجهه که مغرب زمین یعنی آزادی انسان. بله. یعنی انسان آزاد. آخر اون کاملا آگاهه. نه، اون مغرب زمین میاد تصویر میکنه جای بیبندوباری و هرج و مرج و زن و مرد قاطی و فقط اینو. بله، معلومه. هر خودی و همین کار میکنه. اون این کار میکنه تا بتونه عاشوراشو زنده نگه داره. عاشوراش زنده بمونه که اون چماق رو تو دستش داشته باشه. درست. اون به این دلیله. ولی اون یکی بیچاره ای که لباس فرنگی می پوشید
ولی به اروپایی ها گفتش که اروپایی ها گفت شما تنبل شدی. اصلا من نمیدونم چی بگم. یا آقای آل احمد اومد غرب زدگی رو نوشت، اصلا حیرت آوره، حیرت آوره. غرب دقیقا آل احمد اتفاقا نمیخواست گول بزنه، ابله بود. بله درسته، درست. ابله بود کاملا. ولی آقای دکتر ما یه عده جوون دنبالش را افتادیم برای سینه میزدیم. آخه اینا بیاتون باشه، ما بدبخت دنبالش برای دنبالش را افتاده بودیم. آل احمد کتاب همون سه مقالش که در اومد و یا خسی در میقات، این برگ زر ما اینو گرفته بودیم دستمون، مثل این که اصلا آقا این بالاتر از امسزر، بالاتر از همه است. باور کنید آقای دکتر من یادم نمیره، وقتی آل احمد رو میدیدیم میلرزیدیم، گریه میکردیم میدیدیمش. شما اینو هم در نظر بگیرید آقای نوریزاده، شما اون زمان دانشجو بودید دیگه نه؟ بله دانشجو بودید. درست درست، خیلی خوب. شما فقط اون آقای آل احمد، جلال آل احمد و جلال آل احمد ها از نبود و فقدان انسان‌های آگاه و بصیری که به شمای دانشجو بگه آزادی چیه، این چیزی که امروز دارم میگم به شما بگه وجود نداشت. چون بس. اگر او اونجا بود تو همون دانشکده حقوقی که شما درس خوندید، بنده گرفتار معلمانی بودن که آگاه بودن به شمای دانشجو و شمایان و مایان میگفتن که مفهوم قانون چیه، طبعا دنبال جلال آل احمد کسی نمیره. کاملا اینه مسئله. و آقای دکتر میخوام بگم هممون مقصرین، شما الان که نه همین حرفایی که الان داری میزنی، من میگم اگر اون زمان توی همون دانشکده همونطور که شما میگی، حالا ما داشتیم یکی دوتا استاد، واقعا من باید ذکر خیرشون رو بکنم، دکتر نصیری حکمت، اینا رو باید بگم، دکتر عنایت، ولی بیشتر اساتید ما یا مرعوب بودن، یعنی به خاطر ترسشون زبون باز نمی کردن. بله ولی سانسور هم بود، شما اینو باید بگید. صد دارم میگم، میگم یا مرعوب بله بودن. یعنی همون حمید عنایت، ببخشید میان کلامتون میام، حمید عنایت آدم بسیار برجسته ای بود. بسیار برجسته. حمید عنایت، من حتی در یکی از گفتارهای همین فکر کنم ایران مدرنیته و در نوشته هم اینو آوردم، اشاره کردم حمید عنایت چند تا کار اساسی را انجام داد. یکیش ترجمه کتاب سیاست ارسطو. بله. با پانویس ها آقای نوریزاده، چون سیاست ارسطو کتاب رمان نیست که به سادگی بشه اینو ترجمه. درسته. این پانویس میخواد، واژه هایی داره که باید تاریخ اون واژه ها رو شما بگید، یونانیه. ایشون این کار کرده تا اونجایی که میتونسته. کتاب بسیار مهمیه، یکی از ستون پایه های علوم انسانی. اگر دو تا انجیل توی دنیا در علوم سیاسی باشه، اولیش کتاب سیاست هست. هگل ترجمه کرد. اینو حالا هگل یک مفسری از هگل به نام استیس بود، نمیدونم چی بود اسمش، اونو در مورد هگل بود این آورد. هگل اصلا برای جامعه ایران بسیار زود بود، من با اون کارش موافق نیستم، گرچه این کار کرد، زحمت هم کشید، ولی من روی ترجمه کتاب سیاست ارسطو انگوش میذارم. خیلی جالب آقای دکتر، من دلم میخواد یه بار راجع به هگل تو برنامه با هم صحبت کنیم. خیلی علاقه دارم. صحبت میکنیم، صحبت حتما صحبت میکنیم. اما اینه بگم، این اول بگم، حتی
تو این دانشگاه تهران که 1313 با زحمت باز شد، رضا شاه خیلی کوشش کرد، مردان رضا شاه، دکتر علی اکبر سیاسی چقدر زحمت کشیده برای تأسیس این. ما آدم نداشتیم پدر، واقعا ما اصلا هیچ کس رو نداشتیم. برجسته ترین استادان ما اولا دو تا دانشکده باز شد، شما اینو میدونید، یه دونه دانشکده ادبیات باز شد وقتی که چی شد، بعدش هم که حقوق اومد، درست؟ حالا این دانشکده، یعنی شما نگاه کنید اولین استادان ملا بودن. بله ملا بودن. شما نگاه کنید مثلا بدیعالزمان فروزانفر، بدیعالزمان فروزانفر آخوند بود، درست؟ حالا بعد لباس استاد همایی، بله همایی، استاد همایی، جلال همایی، خب اینو عبدالعظیم خان قریب، درست؟ خود محمد قزوینی بله، بهش فروغی در اون خاطراتش، من کتاب خاطراتشو دارم 60 روزه، اونجا محمد قزوینی رو عاشق محمد عاشق محمد بود اسمش، بله. خیلی خوب، من ایرادی نمیبینم در اینا، ولی ما نداشتیم کسی، توجه میکنید؟ یعنی اگر در دانشگاه تهران، در دانشکده حقوق کتاب، چون حقوق سه تا رشته بود دیگه، نه؟ بله حقوق، بله. علوم سیاسی و اقتصاد، درست؟ یعنی بله، علوم درست. سیاسی در دانشکده حقوق درس داده میشد سالیان سال، بله. هنوزم شاید، نمیدونم. بله شما در نظر بگیرید اگر ارسطو مطرح میشد، آقای نوریزاده عزیز، اگر ارسطو مطرح میشد، اون موقع من و شما میدانستیم یونان یعنی چی، مغرب زمین یعنی چی، بله دموکراسی چجوری میشد. حالا دکتر عزیز، باید اینو بگم همه اینو میدونیم، مسئله محاکمه کردن رژیم پهلوی نیست، سانسور جلو شد، درست؟ نه درست. تنها سانسورا، بی سوادی ما بود، سانسور نیستش کمک کرد. بسیار ممنونم دکتر، این بحث فوق العاده این هفته، من خوشحالم این گفتگو رو با هم داشتیم و امیدوارم در برنامه‌های بعدی واقعا این مسائلی که اساسیه باید بهش پرداخت، بهش بپردازیم، واقعا نقش آدمایی مثل دکتر عنایت و اینا رو مطرح کرد، فروغی کاری که کرد، این آدمای بزرگ. و اصلا آقا این کتاب سیر حکمت با تمام اصلا حیرت انگیز، واقعا حیرت انگیز در اون شرایط، حیرت انگیزه، بسیار سپاسگزارم. آدم بسیار نخبه ای بود واقعا، صحبت میکنم راجبش. ممنونم، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد، به اتفاق استاد عزیز دکتر صدیق یزدی. تا دیدار بعدی، همه شما در پناه پروردگار عاشق.